افتادن تشت رسوایی سردار پرهاشیه نظام از بام ترکیه، ادامه ترکش‌های سفر خانواده محمد باقر قالیباف به استانبول، پرواز شماره 4804 هواپیمایی معراج از مقصد استانبول سه مسافر ویژه داشت که داستانشان البته زمانی آغاز شد که هواپیما به زمین نشست. با انتشار این عکس‌ها از دختر، داماد و همسر رئیس مجلس در فرودگاه، وقتی که به دلیل حجم بالای باری که از استانبول آورده بودند با متصدیان کانتینر بار دعوایشان شد. گویا محتویات چمدان‌های پر از بار سیسمونی کودک بوده به همراه کالسکه، کیف و تخت تاشو نوزاد. نزدیکان قالیباف موضوع سیسمونی را تکذیب کردند، اما حالا مشخص شده خانواده قالیباف در بازگشت از سفر 20 چمدان ساک همراه داشتند. 19 تایشان را یکی از هواداران قالیباف با این ادبیات تایید کرد. اتفاقا بچه‌ها الان بهم خبر دادن 19 تا ساک داشتن. خب اما چیکار کنم؟ زدن این به معنی زدن قالیباف و دخترش و دومادش نیست. زدن اینا یعنی آقا زدن رئیس جمهور انقلابی، مجلس انقلابی، انقلابی. محصل سفر خارجی خانواده مقام مسئولی که در انتخابات سال 96 این گونه به یک وزیر تاخته بود. وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز. الیاس پسر قالیباف در پستی اینستاگرامی سفر خواهر و دامادش به استانبول را در شرایط بد اقتصادی مردم گناهی نابخشودنی دانسته و بابتش عذرخواهی کرده. اگرچه الیاس قالیباف پسر شهردار پیشین تهران خود متهم به استفاده از رانت شهرداری برای مؤسسه شمس الشموس است، مالک چند مدرسه خصوصی. طبق این اسناد قرار شده عوارض ملکی برج 21 طبقه موسوم به باغ برره متعلق به بنیاد مستضعفان را مؤسسه خیریه امام رضا بدهد و در مقابل بنیاد هم سه قطعه زمین به مساحت بیش از 5800 متر مربع در محله سعادت آباد را به آقازاده قالیباف بدهد. مؤسسه خیریه امام رضا هم که امکان صدور هولوگرام در قبال فروش تراکم را دارد غریبه نیست. عضو ارشد این مؤسسه کسی نیست جز زهرا سادات مشیر استخاره، همسر قالیباف، و البته دیگر اعضای هیئت امنا هم تصادفاً از دوستان آقای قالیباف هستند. در این جیب به جیب خانوادگی شهرداری سه قطعه زمین به مساحت حدود 74000 متر مربع را در منطقه 22 تهران به مؤسسه خیریه امام رضا واگذار کرده. 5% نقد، مابقی در اقساطی که چکهایش یکی پس از دیگری برگشت خورد. البته خود قالیباف که منتقدانش به او لقب فاسدترین سردار را دادند، پرونده های فساد هزاران میلیاردی دارد. مهمترینشان فسادی 13000 میلیارد تومانی در پرونده بنیاد تعاون سپاه و شهرداری. پولهایی که از حساب شهرداری تهران به جیب او و مدیران بنیاد تعاون سپاه می رفت. 2 ماه پیش، فایل صوتی یکی از مقامات ارشد سپاه تلاش قالیباف را برای لاپوشانی فسادی رو کرد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی انجام می شد. آقا فرموده که هدف کمک به قدس 90% به قدس بدید، 10% به سپاه دستورشون بود. در انتخابات سال 96، حسن روحانی در مناظره تلویزیونی از یک پرونده قالیباف در شورای عالی امنیت ملی گفت. اگر پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضیا در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر اون من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی. پرونده همکاری با یک باند مواد مخدر به ارزش 1000 میلیارد تومان که خرج ستاد انتخاباتیش در سال 84 شد. سال 95 برگ دیگری از کارنامه فساد قالیباف ورق خورد. واگذاری املاک نجومی با تخفیف 2000 میلیارد تومان به برخی مدیران شهرداری، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و یک عضو شورای شهر. یک روزنامه‌نگار در توییتی مدعی شده خانواده قالیباف در سفر به استانبول 2 آپارتمان در اینجا، برج‌های لوکس اسکایلند خریدند به ارزش 40 میلیارد تومان. با گذشت 2 روز خانواده قالیباف
در قبال این خبر سکوت کردند. این سه نفر دیده شدند در ساختمان اسکایلند در محله ماسلاک استانبول و دو عدد آپارتمان خریدند به ارزش حدودی 40 میلیارد تومان، حدود 20 میلیون لیر. هر دو واحد هم سند خورده به اسم آقای محمد بهیرایی که فکر میکنن که یکی از اقوام نزدیک داماد آقای قالیباف پس به اسم خودشون نزدن. اما در ماجرای معامله هم خانوم مشیر، خانوم آقای قالیباف و دخترشون خانوم مریم و آقای امیر رضا بهرایی داماد ایشون بودن اونجا، دیده شدن توسط چند نفر از دوستان ایرانی ما. اما پسر قالیباف گفته رسوایی سیسمونی در مرام پدرش نیست. درست میگوید. در مقابل حجم فساد رئیس مجلس مورد تایید علی خامنه‌ای، این رسوایی پول خوردی بیش نیست. سرداری که با این همه فساد همچنان ریاست یکی از سه قوه اصلی کشور را بر عهده دارد، چون او معتمد رهبر جمهوری اسلامی است. مشتبه پور محسن، لندن.